دو برادر هستند که به مدت 12 سال با هم دیگه حرف نمیزنن. البته سوء تفاهمی که بین این دو برادر پیش اومده تمام و کمال تقصیر برادر بزرگ بوده. دست کمی گذاشته، بی اهمیتی، بی تربیتی، کم محلی کرده به برادر کوچکترش. در مدت این 12 سال نفهم چه کارایی کرده نسبت به برادر؟ بی اهمیتی، دست کمی گذاشته به برادر کوچکترش. یعنی چی؟ نه این حرفا نه یعنی چی این حرفا؟ دست کمی یا بی اهمیتی یعنی چی؟ برادر کوچکتر دعوت کرده، گفته میام، نیومده، تمام مهمونا منتظر شدن. واقعا برادر کوچکتر خجالت کشیده جلوی مهموناش که برادر بزرگش نصب کنید ما چرا نصب کنید؟ آخه اینا مال کدوم زمانه قربونتون برم؟ بنده برادرمو دعوت میکنم که بیاد، نمیاد، من چرا باید خجالت بکشم؟ نه، وقتی که مهمونای دیگه هم منتظر ایشون هستن. منتظر تشریف فرمایی کی بودن؟ این آدم چقدر مهمه؟ بعدم نیومده که نیومده. آها، نه ببینید عزیز، نصب کنید. آخه اینا بیماریه که ما فکر میکنیم قراره روابط ما روابط نمایشی باشه. من با برادرم میتونم مسئله و مشکل داشته باشم و نشه باشم، ولی همه خواهر برادر رو دارن. علتش هم نوع زندگی است، برای که اختلاف منافع و هدف‌ها و برنامه‌ها داریم، خیلی عادی است. حالا یه برادر کوچکتری که کوچکتر و بزرگترش مون گفت همین حرف شما خطرناکه. انگار نه، من فقط این سوالو دارم. الان که دوستان یا آشنایان میخوان خودرمیونی کنن و اینا رو آشتی بدن، دائم خدا حرفشون فقط اینه: چون تو برادر کوچکتر هستی سر تو فرود بیا، برو دست بوس بشو. من این سوال از شما دارم. هر کسی شخصیت خودشو داره. آیا این واقعا باید این کارو بکنه چون برادر کوچکتره؟ سرکار خانم، شما یه ذره بیاد با افکار عقاید کمی من آشنا بشی. بفهم. دوست خوب من، دیدید که من با شنونده قبلی چی گفتم؟ عزیز من، هر کسی که خودش رو از دیگران کمتر یا بیشتر میدونه، بالاتر یا پایینتر میدونه، یه بدبخت، بیمار، ابله، نادان، گرفتاره. عزیز، اینا بیماریه. برادر کوچکتر بزرگتر یعنی چی؟ ما یه تاریخی داریم که تو این تاریخ بدبختی و بیماریمون، اونایی که میخواستن قدرت رو در اختیار داشته باشن و ثروت رو در اختیار داشته باشن و جان و مال و ناموس مردم رو در اختیار داشته باشن و قدرت داشته باشن، دو تا ستون محکم رو تو وجود هر انسانی و هر جامعه کوبیدن. یکی احترام، یکی اطاعت، یکی ریسپکت، یکی اوبیدینس. برای که از طریق این و کردنش تو وجود آدم ها از ما برده درست کردن، بنده درست کردن، بره درست کردن. در نتیجه آمدن یه بحثی درست کردن که یکی کوچکتره، یکی بزرگتره. کوچکتر چه عیبی داره، بزرگتر چه حسنی داره؟ این چیزیه که من میگم هر کسی بزرگ خونه خودشه، شخصیت داره. حتی یه بچه 2 ساله، یه بچه 3 ساله، هر کسی برای خودش شخصیت داره. این چه کاریه که باید هی به این میذارن؟ حالا سب کنید عزیز، اول بذارید با هم مسئله حل. شما که با من موافقی، من دارم خواهد این پیام بدم. اصلا دوران این بازی تموم شده. اینا مال یه مردمان عزیز. ما این افکار رو از کسانی داریم از 2000-3000 سال قبل که از هر 10,000 نفر 1 نفرشون هم خواندن و نوشتن بلد نبودند. یه مقدار مردمان نادان، یه مقدار مردمان بدبخت، بیمار، گرفتار، آمدن یه اصولی به اسم احترام درست کردن که احترام اساس بردگی و بندگی است. من چه احترامی به دیگری دارم؟ دیگری اگر حرفش درسته، چه کوچیک باشه چه بزرگ، غلطه، چه کوچیک باشه چه بزرگ، یه کسی حرفش خوبه، چه کوچیک باشه چه بزرگ، حرفش بده، چه کوچیک باشه چه بزرگ. ما ملاکمون درست و غلط و خوب و بده، ملاکمون سن و سال آدم ها نیست. اصلا تمام باید کرد این بازی رو. حالا دو تا برادر با هم قهرن. حالا من نمیدونم دو تا برادر با هم راجع به این موضوع چی میگن، بقیه چه فضولایی هستن تو این کار دخالت میکنن. حالا قربون دهنتون آقای دکتر. بقیه چه فضولایی هستن؟ بقیه باعث شدن که یک سوء تفاهمی که بین این دوتا برادر باشه به کدورت و نفرین حالا نفرینم مهم نیست عزیز. بنده اگر شما را نفرین کنم، بارگاهی جهانی اینچنین احمق و ابله و خدای اون بالا نادان ننشسته که بر اساس حرف من جهان رو دگرگون کنه. آخه اینا دورانش به سر آمده عزیز. ببینید عزیز، ما وقتی که دوتا برادرین تو کودکیمون، تو 1 سالگیمون، تو 2 سالگیمون، تو 5 سالگیمون، تو 7 سالگیمون، تو 10 سالگیمون، پدر و مادر و محیط ما رو میتونن دو گونه با هم بار بیارن: دوست هم یا دشمن هم.
حسود هم، رقیب هم، یا همکار و یار و یاور هم. اینا برمیگره به مسائل تربیتی. بنابراین اگر پدر و مادر من در رابطه‌ای که من با دو تا برادرم دارم یا اصولی رعایت نکردن، ماها برای هم بدترین و دشمنترینی. مثل دو تا اتومبیل هستیم که به هم میزنیم، نه اینکه دو تا اتومبیلی که با هم میریم یا دو تا آدمی دست هم میگیریم میریم. بنابراین لطفاً برزم توجه کنیم، بسیاری از خواهرها و برادرها اگر خودشون رو درست نکنن، اگر این مشکلات کودکی رو حل نکنن، اون بهتره که اصلا دیگه رو نبینن. من برای چی باید برم برادرم رو اذیت کنم؟ چرا من باید با برادرم جمع بشم، او رو آزار بدم، اذیت کنم، رنجش بدم، گرفتارش کنم، شب بیخوابش کنم، بیمارش کنم، بعد بگم من برادرم؟ چرا برادر خوب بوده عزیز؟ چرا پدر و مادر خوب بودن؟ برای اینکه پدر و مادر مهربون بودن، مواظب بودن، مراقب بودن، دلسوز بودن، یار بودن، همکار بودن، برآورنده نیاز بودن، آرامش بخش بودن، شدن خوب. حالا اگر من و برادرم، یا من با خواهرم، یا من با پسرم یا پدرم خون هم دیگر رو می‌ریزیم، هم دیگر اذیت می‌کنیم، آزار می‌دیم، چرا باید بگیم ما برادریم؟ ما از نظر بیولوژیک برادریم، ما از نظر روانی نیستیم. ما چه کوششی داریم که اینا باید با هم باشن؟ علاوه این دو تا برادر موضوع هستن. من نمی‌دونم دو تاییشون اگر برن با هم چی می‌خوان به هم دیگه بگن؟ اگه حرفای مفت می‌خوان بزنن، که اما بهتره بزنن، خلاص کنن خودشونو. اگر یه برادری فکرش این که من چون برادر بزرگترم کوچکتره، باید حرف بد و غلط من رو به عنوان حرف خوب و درست بدونه، خب بیماره. بیماره، واقعا بیماره. برادر بزرگ واقعا بیماره، برای اینکه هر جا میشینه میگه اگر اینا رو دعوت بکنید ما نمیایم. نیایید. آخه اون احمقایی که ایشون رو به خاطر یعنی چه حرفی دعوت بقیه رو دعوت. یک مشت احمقه که دور همین برادر بیمار رو گرفته. خیلی خوب، حالا شما خودتون اذیت نکنید. ببینید مسائل من اذیت نمی‌کنم، فقط برام این مسئله بود که آیا باید برادر کوچیک برای خاطر سن برادر بزرگ سر فرود بیاره، دستبوس و پابوس بشه؟ سرکار خانم من جوابم از شما گرفتم. صبر کنید، صبر کنید عزیز من. بله. صبر کنید، این مسئله ذره جدی‌تر از اینه. ما گرفتاریمون تو این فرهنگمون سر این مسئله سن و این داستان بزرگ. اصلا این داستان بزرگ فاجعه است. همینجاست که من اصلا با احترام مسئله دارم. احترام یعنی چی؟ احترام اگر آداب و ادب اجتماعی است که سلام علیکم علی حرفی نیست. ما حرمت می‌خوایم. تو صحبت قبلی با شنونده یا بیننده عزیز قبلی چی گفتم؟ حرمت یعنی من خوبم، تو هم خوبی، من دوست داشتنیم، تو هم دوست داشتنی، ما با هم برابریم، ما با هم یکسانیم، تو از من نه بهتری نه بدتری نه بالاتری نه پایین‌تری. عزیز اینا مسئله انسانیته. اینا مسئله انسانیته. مسئله این که من سنم بالاتره، خب سنم بالاتره که بالاتره. حالا تا سن بالاتر چیکار باید بکنه؟ چرا سن بالاتر ارزش داشته در گذشته؟ اونم حالا بگذاریم از بیماری ها و گرفتاش، برای که فرض این بوده که آگاه‌تره، داناتره، مهربونتره، توانایی بیشتری داره. من اگر یه بچه 4 ساله